100 تا 150 میلیون دلار خسارت پرواز تهران اوکراین. برآورد معاون بیمه مرکزی که میگوید حالا که مشخص شده جمهوری اسلامی مقصر این تراژدی است، از سوی دولت پرداخت خواهد شد. اما این رقم از سوی شرکت‌های بیمه ایرانی پرداخت نمیشه. بیمه مرکزی 24 میلیون دلار خسارت مسافر خدمه و بار و 70 میلیون دلار رو برای خسارت هواپیمای مسافربری که توسط موشک سپاه ساقط شده پیش بینی کرده. برای ما مهرس هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. میشه موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع تو اینجا مورد اصابت قرار میگیره. اشتباهی بزرگ و پرهزینه به باور وزیر راه پیشین جمهوری اسلامی. احمد خرم میگوید اشتباهات پدافندی ممکن است در دیگر کشورهای جهان پیش بیاد، اما برخورد تهران با این اتفاق ضریب اطمینان بین‌المللی به ایران رو شدیداً کاهش داده. بازگردوندن اعتماد ایرلاین‌های جهانی برای پرواز بر فراز آسمان کشور بسیار دشوار و حتی ممکنه تا سالها طول بکشه. دنیا نخستین بار نیست که فاجعه‌ای از این دست رو به نظاره می‌ایسته. جولای 2014 در میانه نظامیان اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه، پرواز شماره 17 خطوط هوایی مالزی توسط موشک زمین به هوایی ساخت روسیه سرنگون و تمامی 298 سرنشین اون کشته میشن. هلند که شهروندان زیادی در این پرواز از دست داده، روسیه رو مقصر ماجرا میدونه و مسکو انکار. پرونده‌ای همچنان باز با 4 متهم از مقامات جدایی طلب که دادگاه رسیدگی به اتهامات اونها در مارس 2020 آغاز میشه. در تنشی دیگر میان مسکو و کیف در سال 2001 پرواز خطوط هوایی سیبری با 78 مسافر بر فراز دریای سیاه توسط موشک اوکراینی ساقط میشه. نمونه دیگر سرنگونی پرواز 207 کره با 296 مسافر در سال 93 توسط شوروی سابق. آشناترین نمونه برای افکار عمومی ایران پرواز ایران ایر که حسن روحانی 2 روز پیش از این تراژدی اون رو یادآور شد. 12 تیر 67 ناو آمریکایی USS وینسنس پرواز رو با 290 سرنشین با 2 موشک بر فراز خلیج فارس سرنگون میکنه. واشنگتن بعداً گفت هواپیمای تهران دبی که در بندر عباس توقف کرده بود رو با جنگنده F-14 اشتباه گرفته بودند و واکنشی دفاعی داشتند. ایالات متحده هیچگاه مسئولیت این اتفاق تلخ رو نپذیرفت. در سال 96 میلادی و با کشیده شدن ماجرا به دیوان بین‌المللی لاهه، با جمهوری اسلامی موافقت کرد به خانواده‌های قربانیان غرامت 61.8 میلیون دلاری پرداخت کنه. تجربه نشون میده بررسی پرونده‌های حوادثی از این دست، سرنگون شدن هواپیمای غیر نظامی در میانه این نزاع فرآیندی پیچیده و زمان‌بره. ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه. پرواز تهران کیف اما با ماجراهای مشابهش تفاوت‌هایی داره که شاید سرنوشت پرداخت غرامت رو هم تاریخی کنه. متأسفانه ما هم در این در واقع عملکرد میتونیم بگیم که فریب خوردیم، اشتباه کردیم و اطلاع غلط دادیم.